آزاد با ما میمونند، هر از گاهی با ایشون صحبت خواهیم کرد. فعلا شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از بخشی دیگر از لندن به ما پیوستند. خانم صدر، اول میخواستم از شما کسب اطلاع بکنم که چه خبری از وضعیت کشته شدگان، تعداد اونها در حقیقت و بازداشت شدگان دارید؟ حتی رسمی یا نیمه رسمی اعلام شده و تا جایی که ما میدونیم و تونستیم تایید بکنیم ده ها معترض، حداقل ده ها معترض با شلیک گلوله نیروهای انتظامی یا امنیتی تا به حال حداقل در 15 شهر ایران به قتل رسیدن. هزاران نفر بازداشت شدن و سرکوب خیلی خیلی شدید و سازمان یافته در تمامی شهرهایی که اعتراضات بوده وجود داره. جو امنیتی سنگینه و همونطور که همه میدونن حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات با بسته شدن کامل اینترنت و قطع همه ارتباطات با دنیای بیرون کاملا نادیده گرفته شده و نقض شده. اشاره کردید که کسب اطلاع بسیار مشکل هست. اولین باری نیست که چنین اتفاقی در ایران میفته. چه میشود کرد در چنین شرایطی وقتی که اطلاع رسانی مختل شده؟ ببینید، به نظر من دو تا کار بسیار مهمی وظیفه همه کسایی که در حوزه به خصوص حقوق بشر فعالیت میکنن هست. یکی این که باید جامعه جهانی رو وادار بکنن به واکنش شدید و سریع در وهله اول برای برقراری ارتباط و اینترنت در ایران، و در وهله دوم برای اینکه کسانی که مسئول قتل مردم بودن و مسئول بازداشت و احتمالاً شکنجه هایی که در بازداشتگاه ها در حال حاضر در جریان با توجه تجربه قبلی بشن. مسئله مهم اینه که به نظر من الان جمهوری اسلامی در این دوره جدید از اعتراضات تونسته سرکوبی بسیار شدیدتر انجام بده، به دلیل اینکه یکی از دلایلش این بوده که در مورد اعتراضات دی ماه 96 جامعه جهانی واکنش مناسب نشون نداد. به همین دلیل فکر میکنم ما خودمون در سازمان عدالت در ایران همین امروز نامه به اتحادیه اروپا ارسال خواهیم کرد و ازشون خواهیم خواست که واکنش مناسب نشون بدن. و به خصوص بسیار مهمه که نهادهایی که خیلی خودشون روشن و شفاف گفتن که ما در سرکوب نقش داشتیم، بسیج و نیروی انتظامی، به طور با افتخار اعلام کردن که ما مردم رو در خیابان‌ها به قتل رسوندیم. به خصوص مهمه که اینها از سوی اتحادیه اروپا تحریم بشن. همینطور مهمه که کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه که تکنولوژی دارن بتونن تلاش کنن که با استفاده از ابزارهایی که دارن اینترنت رو در ایران دوباره برقرار کنن. خانم صدر، گفتید از واکنش جهانی در گذشته مناسب نبود، الان هم تلاش میکنید که این واکنش متناسبتر بشه. الان خبرهایی داشتیم که گویا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همینطور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هم دیگه صحبت کردن. ما از آمریکا کم و بیش شنیدیم، ولی شخص آقای ترامپ علیرغم اینکه بدش نمیاد خیلی زود در موارد مختلف در توییتر اظهار نظر بکنه، تا حالا در این زمینه چیزی نگفته. آیا شما خانشی از این دارید؟ آیا میشه گفت که نوعی در حقیقت تعلل دیده میشه؟ ببینید، مسئله اصلی که نباید هیچ وقت یادمون بره اینه که هیچ کشوری در دلش برای وضعیت حقوق بشر در هیچ کشور دیگه نسوخته. یعنی اگر این دولت ها اعلام موضع میکنن در مورد وضعیت حقوق بشر، همواره تحت فشار سازمان های جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشری بوده، یا برای اینکه چهره سیاسی خودشونو حفظ کنن و یا شعارهایی رو که دادن محقق کنن. من فکر میکنم که مهم این نیست که ترامپ یا مکرون چه واکنش تا الان نشون دادن. مهم اینه که همه ما تلاش بکنیم تا جایی که میتونیم کشورهایی که مؤثرن و پرنفوذن در جامعه جهانی وادار بکنیم به انجام اقدامات معنیدار. ما احتیاج به محکوم کردن سرکوب تظاهر کنندگان از طرف سیاستمداران خارجی نداریم. ما احتیاج داریم که اینترنت در ایران دوباره بسته بشه. ما احتیاج داریم که نیروی انتظامی، سپاه و بسیج تحریم بشن به دلیل نقض حقوق بشر، و هر کدوم از عناصرشون یا کارمندانشون نتونن هیچگاه پاشون از ایران بذارن، در شرایطی که ما میدونیم که اونها به خصوص در اروپا بسیار بسیار فعالن و زندگی میکنن و تجارت دارن و رفت و آمد دارن. اینها اقدامات معنیداریه که میتونه به تظاهرات و به اعتراضات در ایران کمک کنه، وگرنه اینکه محکوم شده یا محکوم نشده چندان در نهایت نقشی رو بازی نخواهد کرد در اینکه جمهوری اسلامی سرکوب رو متوقف کنه و ماموران، عوامل و آمران این سرکوب ها و این نقض حقوق بشر شنا
شناخته بشن و مورد پاسخگویی قرار بگیرن. در نهایت برگردیم به نکته ای که با اون گفتگو رو شروع کردیم، اشاره کردید به اینکه خب باید اینترنت دوباره وصل بشه، ولی در این شرایط کسب اطلاع شما به چه شکله؟ گفتید که ده ها نفر کشته شدن، صد ها نفر احتمالاً زخمی، هزاران نفر هم بازداشت. چطور به این ارقام رسیدید؟ ببینید، همونطور که شما به عنوان روزنامه نگار بسیار سخت میتونین الان با ایران ارتباط برقرار کنین، وضعیت ما به همین شکله. اما اون ارقامی رو که ما داریم ازش یاد میکنیم ارقام کاملا حداقلیه که توسط منابع رسمی یا غیر رسمی تایید شده. حتی همین ارقام حداقلی نشون میده که دامنه سرکوب، قتل تظاهرکننده ها، بازداشت ها بسیار بسیار شدیدتر و گسترده‌تر بوده حتی از اعتراضات دیما. در یک بازه زمانی بسیار کوتاه دو یا سه روزه ما شاهد ده ها قتل بودیم که توسط شمخانی، یکی از در واقع افرادی که میتونیم به عنوان از حساب نظر رسمی ازش یاد کنیم تایید شده. همینطور تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه ما تونستیم با تایید یک سری از ویدیوهایی که رسیده بود از ایران حداقل به یک آمار 35 نفره برسیم. ما با همین اسناد حداقلی هم به نظر من به اندازه کافی هست و بیشتر بسیار بیشتر از اندازه کافی هست برای اینکه بتونه جامعه جهانی رو به یک واکنش مؤثر، فوری و محکم برسونه. ممنونم از شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران. و باید اضافه بکنم که همونطور که خانم صدر هم گفتن و ما هم گفتیم، مقام‌های رسمی البته تعداد کشته شدگان رو بسیار کمتر اعلام کردن و مواردی از شکنجه و بدرفتاری رو هم البته تکذیب کردن، اگرچه خب در مورد برخورد با معترضان فیلم‌هاش هست و شاهدان عینی بارها و بارها در این زمینه صحبت کردن در چند روز گذشته. در هر صورت اینجا در استودیو همکارم علی خردپیر به ما پیوسته و آقای مهدوی آزاد رو هم همچنان از بن آلمان با خودمون داریم. ولی علی، اول ببینم چه اطلاعات تازه‌ای داریم. تحولات از حرکت باز نیستاده، چه خبرهایی داریم؟ واقعیت این هستش که ما یک سری واکنش داشتیم و این واکنش ها رو میشه در سه دسته تقسیم بندی کرد: واکنش بازار، واکنش دولتی ها و واکنش امنیتی ها. در رابطه با امنیتی ها اگه بخوایم شروع کنیم، البته شما با آقای مهدوی آزاد هم در این باره صحبت کردی، برای نمونه نماینده ولی فقیه در استان فارس لطف الله دشکام گفته اگر شورای تامین امنیت نتواند آرامش رو برگردونه، در واقع مدیریت رو بسیج میتونه به دست بگیره و بسیج به میدان میآید. این نمونه ای هست از این که در واقع چه دارد میگذرد در بین نیروهای نزدیک به رهبری و سطح نگرانی بسیج به نظر میرسه بسیار بیشتر از نیروهای دولتی باشه، برای اینکه اونها متوجه رادیکال تر شدن شعارها و در واقع حرکات تظاهر کننده ها هستن. به بیانیه سپاه هم شما اشاره کردید که بیانیه بسیار تندی هست و میگه که در واقع قاطعانه برخورد خواهیم کرد. پیشتر برای مثال وقتی که تظاهر کنندگان در خیابان بودن در سالهای گذشته، وقتی که شبکه ارتباطی فرض کنید تلفن همراه قطع می شد، پیامک ها از کار می افتاد، سکوت می شد دربارش و در واقع تأییدی صورت نمی گرفتش. اما امروز آقای علی ربیعی سخنگوی دولت به صراحت گفته که شورای امنیت تصمیم به قطع اینترنت گرفته. این هم از در واقع نکاتی هستش که قابل توجهه. اما از بحث امنیتی ها که بگذریم، برای مثال در بازار ما شاهد بودیم که دلار در کانال 12,000 تومان قرار گرفتش، یعنی افزایش 400 تومانی رو نسبت به هفته گذشته تجربه کرده و در سه روز گذشته 700 تومان افزایش پیدا کرده. رقمی که میتوان به صورت تقریبی بیان کرد 12,400 تومان برای یک دلار هست. یورو در کانال 13,000 تومانی قرار گرفته، افزایش 500 تومانی نسبت به هفته گذشته داشته و الان تقریبا 13,600 تومان داره معامله میشه. افزایش قیمت در بازار سکه هم دیده شد. اما
در دسته سوم واکنش دولتی ها. همچنان دولت تاکید داره که ما این اقدام رو برای کمک به اقشار کم درآمد انجام دادیم و سخنگوی دولت میگوید که 75% از در واقع جمعیت کشور نیازمند حمایت و پشتیبانی مالی هستند. اگر این رقم درست باشه خودش خبر بسیار ناگواری هست و وعده دولت این هستش که یارانه بین 55 تا 205 هزار تومان پرداخت خواهد شد از قبل در واقع افزایش قیمت بنزین برای هر فرد، برای هر خانوار، برای هر خانوار. و مشخص نیستش که این خانوار در واقع به چه صورت تقسیم بندی خواهد شد از 55 هزار تومان تا 205 هزار تومان، به دلیل اینکه مشکل اطلاعات وجود داره که دهک های کم درآمد شناسایی بشه. این قبلا هم تجربه شده بود. آقای روحانی صحبت هایی که داشتند نکته جالبی داشته، اون هم این که به صورت غیر مستقیم گفته ما در واقع تلاش خودمون رو کردیم تا در نهایت از افزایش قیمت به 5000 تومان جلوگیری کنیم. بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد چی فکر میکنید خصوصا درباره این که دولت تأکیدش بر اینه که اقدامهای حمایتی خودش رو شروع کرده و بعد از این میلیون ها نفر در ایران یارانه بیشتری خواهند گرفت؟ ببین اجازه بدید من سه تا نکته در رابطه حرفای دوستان تأکید بکنم. اول از من اگر بپرسید همین که به آقای کسی مثل آیت الله خامنه ای میاد میگوید که کسانی کشته شدن و جایی تخریب شد، یعنی که عمق ماجرا خیلی خیلی بزرگ بوده، وگرنه اگر در حد 5 تا 10 تا کشته بود و اساس رفتار گذشته او چیزی نمیگفت. دوم من تأکید کنم بر اساس قوانین ایران قطع اینترنت نمیتونسته در سطح شورای امنیت کشور، یعنی شورای که ریاستش با وزیر کشور هست، صورت بگیره. اونطور که از قوانین واضح هست چنین چیزی در حوزه اختیار شورای عالی امنیت ملی است، یعنی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران قوا و نیروهای ارشد نظامی و دیپلماسی ایران. احتمالا دولت خواسته هزینه چنین کاری رو نده و انداخته گردن شورای امنیت. اگر نه شورای امنیت کشور نمیتونه، در صلاحیت این نیست که از اینترنت ملی یک کشور رو قطع بکنه. منتها در مورد دولت واقعیت این هستش که نحوه کنشگری سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مجموع شرایط راهی نگذاشته برای دولت. یعنی این که میگم راهی نگذاشته، نه اینکه دولت حق داره و با همدلی میکنم. موقعی که شما میلیاردها دلار به کشور خسارت میزنید، طرفتون هم کسی مثل ترامپ هست، حاضر به نرمش هم نیستید، حاضر به کنار اومدن هم نیستید، با داخل کشور هم مشکل دارید، اتفاقی که افتاده این است که چند دهک جامعه رفتن زیر خط فقر و همین این روند همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. در واقع دولت برای تامین منابع کافی واسه اینکه بتونه حداقل چند تا دهک رو نجات بده از زیر خط فقر مطلق، یکی از معدود راههایی که داره مسئله افزایش بنزینه. در واقع میخوام بگم ساختار دولتی ایران، ساختار اقتصادی ایران در یک بنبست گرفتار شده. مسئولیت و تقصیر این بنبست هم گردن خود حکومت هست، اشتباهات گذشته حکومت. از اینجا به بعد احتمالاً دوباره یک عالمه ما راههای ناچار خواهیم داشت، یک عالمه مسیرهای ناچار که دولت هی مجبور میشه تصمیم بگیره در حوزه بازنشستگان، در حوزه افزایش حقوق و سایر حوزه‌ها. و احتمالاً اگه قرار باشه این داستان ادامه پیدا کنه، ما هر هفته یا هر ماه باید شاهد یه دور تازه‌ای از تظاهرات ها و اعتراض‌ها باشیم. آقای مهدوی آزاد، من این سوال رو در روزهای گذشته هم پرسیدم، هنوز هم به نظرم میاد که سوال موجهیه. آقای روحانی وقتی اومد سر کار گفت که کشور در آستانه ورشکستگی بوده، پول کارمندان رو نداشتیم، مایحتاج مردم تأمین نمی شده، انبارهای غله خالی بوده. حالا که در چنین شرایطی تن به چنین تصمیمی دادن، تن به چنین کاری دادن، میتونه نشانه ای باشه از اینکه گویا بحرانی مشابه پشت در حقیقت این شرایط نهفته است؟ خیلی برای من جالبه که آقای روحانی سال 92 در تبلیغات انتخاباتیشون اتفاقا به تصمیم افزایش قیمت بنزین هم اشاره کردن ایشون یه بار، و از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردن که چرا قبل از اینکه به مردم آگاهی بده و بدون اطلاع ناگهان نیمه شب اعلام میکرد که بنزین قیمتش گرونتر شده. و خیلی جالبه که چنین کار رو داره میکنه. در مورد مقایسه شرایط، البته خود آقای روحانی اعتقاد دیگری داره. دیروز ایشون در سخنرانیش میگوید، گفته که ما سال 90 سال 1990 حدود 90 میلیارد دلار
فروش نفت داشتیم و درآمد نفتی داشتیم، ادعای آقای روحانی است، من نمیدونم درسته یا درست نیست، در حالی است که خودش الان میگه ما تقریبا درآمد نفت چندانی نداریم. بله واقعیت این است که در مجموع شرایط تاریخ دوباره تکرار شده، در واقع ما برگشتیم به همون شرایط سال 1390، همون چیزها دوباره دوباره تکرار میشه، همون مشکلات، همون بحران‌ها در مورد هسته‌ای، حتی همین اتفاقی که الان چند وقت پیش آژانس افتاد در مورد ترقوزآباد، این همون ماجرای آلودگی‌های سطح بالایی است که اون زمان در کالای الکتریک دهه اواخر دهه 80 تکرار شد، همون بیانیه‌های آژانس، همون تحریم‌ها البته با شدت بیشتر و همون جور فهم. منتها نکته‌ای که برای من خیلی عجیبه این هستش که بدبختانه عملکرد دولت آقای روحانی واقعاً نیست که فرق چندانی با دولت آقای احمد نژاد نداره. یعنی من تصور می‌کردم شخصا که شاید عملکرد این دولت حداقل بهتر از دولت آقای احمدی نژاد باشه. منتها موقعی که شما در مجموع نگاه می‌کنید انگار توان کشور، مختزیات کشور، معادلات، نیروهایی که فشار میارن به دولت، چیزایی که دست دولت نیست و همچنین کفایت و کارآمدی دولت در حدی است که فرق زیادی با اون دوران نداره. علی اشاره کردی به دلار 12400 تومانی، 700 تومان ظرف روزهای گذشته به دلار افسوده شده به قیمت دلار. نگرانی وجود داشت که وقتی شما قیمت بنزین رو میبرید بالا، بلافاصله قیمت سایر اجناس هم بالاتر میره و حتی اگر یارانه به مردم هم بدید اثرش خونسا میشه. چه اطلاعی داریم از قیمتها، از مثلا کرایه مسافر و حمل و نقل و چیزهایی از این دست در روزهای گذشته؟ ببینید تمام صحبتی که الان میشه مبتنی بر تجربه هست، مبتنی بر آنچه که پیشتر در واقع مردم لمس کردن و دیدن هست. باید صبر کرد و در واقع در روزها و ماهای آینده واکنش بازار رو نسبت به این تصمیم حالا شورای هماهنگی سران قوا دید. اما نکته بر سر این هستش که خدماتی مثل حمل و نقل، کالاهایی مثل مواد غذایی متأثر هستند به صورت مستقیم از قیمت بنزین و در واقع آثار تورمی رو نمیشه انکار کرد. حتی مسئولان دولتی هم انکار نمی کنند و میگن که مردم نگران هستند، نگرانیشون به دلیل آثار تورمی هستش که پیشتر دیدند وقتی که قیمت بنزین بالا رفته، اما ما این بار جلوگیری خواهیم کرد. من یه نکته ای رو هم بگم، اشاره شد اینجا آقای مهدوی آزاد در مورد صحبت‌های آقای روحانی گفتن در سال 92، کاملا درست است، آقای روحانی منتقد در واقع دونرخی کردن بنزین بودن، اما در خصوص بحث افزایش بنزین برگردیم به سالهای 93 و 94 میبینیم که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، به 1000 تومان هر لیتر رسید. اما کاری که آقای روحانی تونست انجام بده، اما عمری 4 ساله بیشتر نداشتیم، بودش که در سال در واقع 94 ایشون دونرخی کردن رو برداشت و صرفا بنزین با قیمت 1000 تومان عرضه می شدش. آقای مهدوی آزاد، شما در پاسخ به یکی از سوال‌ها اشاره کردید به تحولات منطقه و به این گفت و گفتید که مثلا وضعیت لبنان چگونه است، وضعیت عراق چگونه است. از طرفی هم گفته میشه که خب در سالهای اخیر، در ماهای اخیر این نوع پدیده ها کم دیده نشده. شما به هنگ کنگ نگاه کنید، شما به شیلی نگاه کنید، یا اصلا فرانسه که پریروز روز شنبه 1 سالگی حرکت اعتراضی جلیق زردها بود که اتفاقا در اعتراض به قیمت افزایش قیمت سوخت شروع شد. چرا ایران رو اینقدر ویژه میبینیم؟ ببینید چیزهایی هست که موقعی که شما بخواید در قالب کلمات بیارید واقعا ممکن نیست، در واقع واقعیت هایی که کاملا روشنه مثل روز روشنه در قالب کلمات خیلی راحت نمیشه توضیحش داد. مسئله اصلا اعتراض در ایران نیست، اصلا ما اعتراض رو من برجسته نمی کنم، اعتراض در هر جای دنیا ممکن اتفاق بیفته. مسئله به بن‌بست رسیدن اعتراضات هست. مسئله این هستش که در واقع اون حاکمیت، اون ساختار سیاسی امکان پاسخگویی به اون مطالبات رو نداره و اون مطالبات اکثریت مردم ایران هستن. ببینید شما در فرانسه با مشکل تمامیت
خواهی با مشکل استبداد مواجه نیستی، در کشورهای دیگه‌ای که درگیری وجود داره راههایی برای حل مشکلات وجود داره. بدبختانه ایران در شرایطی است که بعد از دو دهه در واقع تجربه اصلاحات سیاسی، الان به نظر میرسه راه اصلاحات مدنی دیگه به بنبست رسیده. به نظر میرسه که دچار انزوا سیاسی شدیم. گروه‌های نشونش هم اینه که هم سال 96 هم الان محض رضای خدا یک گروه داخلی در ایران شما پیدا نمی‌کنید که از معترضان دفاع بکنن. اصلا کاملا فضای سیاسی ایران مسدود شده و بخش بزرگی از معترضان داخل خیابون میان و این معترضان کشته میدن، میکشن و خسارت‌های بسیار سنگینی میدن و نه نیروهای داخلی کسی میتونه اونها رو نمایندگی کنه و نه حاکمیت پاسخی داره و نه میتونه راهکار دائم و ثابتی پیدا کنه. و بدبختی بزرگتر این هستش که راهکارهای این مطالبات که تقریبا برای همه هم روشن هست خطوط قرمز حاکمیت هست. یعنی موقعی که مردم میگن ما آزادی میخواهیم یا میگن به گروه‌های فلسطینی کمک نکنید، درست یا نادرست، یا میگن این کارو بکنید، اینا خطوط قرمز حاکمیته. برای این مشکل در ایران هستش که اعتراضات به بنبست رسیده. خود اعتراضات مهم نیست، حکومت برای پاسخگویی به مطالبات راهی نداره و راهی مقابله برای راهی در این در واقع بحران برای خروج مسالمت از بنبست حداقل در نگاه اول به ذهن نمیرسه. آقای مهدوی آزاد، شما گفتید که کسی از معترضان دفاع نمیکنه. آهسته آهسته به نظر میاد که حتی از این تصمیم دارن دفاع میکنن. مثلا محمد رضا باهنر از چهره‌های سیاسی اصولگرا گفته که خبر افزایش قیمت بنزین حتما باید از عموم مردم و نماینده های مجلس مخفی میموند. دوره گذشته هم اینجوری بود در دولت نهم که میخواستن هدفمند کنن یارانه ها رو یا بنزین رو سهمیه بندی بکنند. خب مثلا 100 تا اقدام رو از قبل نشستن لیست کردن که در کنار هدفمندی یارانه ها باید این 100 تا اقدام انجام بشه. یکی از اقدامات این بود که در ساعت به قول ارتشی ها نظامی ها میگن در ساعت 3 روز ره باید این قیمت تغییر بکنه یا سهمیه بندی اعمال بشه. خب بعضی توقع دارن که این رو خوبه که از یک موقع مردم بدونن، در حالی که واقعیت قضیه اگر در جریان امر قرار بگیرن و یه مقدار فکر بکنن این خیلی ضرر داره و خطرناکه که قرار باشه از یک ماه قبل، از 20 روز قبل، از 5 روز قبل مثلا ملت بدونن که یه هفته دیگه بنزین بخواد سهمیه بندی بشه. از خلاصه احتکارها گرفته تا خطراتی که پیش میاد بنزین رو کسی بخواد بره مثلا فرض کنیم انبار بکنه و قصه الهاده، خب مشکلات عدیده پیش میاد. محمد رضا باهنر بود از چهره‌های اصولگرا و نماینده سابق مجلس ایران. آقای مهدوی آزاد، گفتید نوعی از انسداد سیاسی در ایران دیده میشه، معناش اینه که گروه‌های سیاسی در خارج از ایران میتونن کمکی بکنند؟ والا شاید همین رو هم با قاطعیت نشه گفت. البته خب همه احزاب سیاسی سعی میکنن از فرصت استفاده بکنن، خودشون رو نماینده معترضین معرفی کنن. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم 3-4 تا گروه هستن، 3-4 تا چهره شاخص هستن که اونها میگوین ما نماینده معترضین هستیم. منتها به نظر میرسه که نه، اصلا هنوز معادلات قطعی نهایی که بشه راجع بهش حرف زد شکل نگرفته. ایران در آستانه عصر نوین است. برای حدود 2 دهه از سال 1376 تا 1386 برای 20 سال گفتمانی که در ایران حاکم بود به عنوان گفتمان اکثریت، گفتمان اصلاح، رفرم یا تغییرات تدریجی بود. در مقابل این گفتمان یک گفتمان دیگه وجود داشت، گفتمان محافظه‌کارانه، حفظ وضعیت موجود، یا همون گفتمان اصولگرایان مذهبی. حالا الان حدود 2 سال هست که ما ببینیم در خیابون‌های کشور، فقط الان نیست، سال 86 دی ماه بود، سال 96، سال 97 در 2 یا 3 مقطع تابستان اگر یادتون باشه تجمعات بازار بود، پاییز دوباره اعتراضات بسیار گسترده، اعتراضاتی در سطوح کشور میفته که هیچ کدوم از گروه‌های داخلی رابطه‌ای ندارن. همه گروه‌های داخلی از چپ تا راست تازه به اینا میگن اشرارن، به اینا اهانت هم میکنن، حکومت هم خیلی راحت داره میندازه تقصیر کشورهای خارجی، نه مطالبهشون شنیده میشه، نه راهکاری وجود داره و این گروه‌های معترض نه تنها ضعیف‌تر نشدن، روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. سال 96 اگر در حدود دی ماه 96 در حدود 4 تا 5 روز در 100 شهر کشور تظاهرات شد، امسال به گفته خبرگزاری فارس وابسته به بسیش ظرف 1 روز، یعنی در تازه روز شنبه 100 شهر کشور با آتش کشیده شد. بیش از 100 باک فارس نوشته در 1 استان، امیدوارم اشتباه ننوشته باشه، به آتش کشیده شد. این روز به روز هم دارن قوی‌تر میشن. منطقاً با ادامه تحریم‌ها افزایش
افزایش فقر، تشدید فقر، چند دهک جامعه از طبقات متوسط پایین طبقات متوسط هم سقوط خواهند کرد به طبقات نابرخوردار و تازه تعداد اینها افزایش بیشتری خواهد شد. من فکر می‌کنم ما در آستانه عصر جدیدی هستیم. من فکر می‌کنم معادلات جدیدی رو شکل می‌گیره. خیلی از این کسانی که همین الان منتقد حکومت خودشونو می‌دونن و در داخل ایران هستن، ممکنه چشم باز بکنن و ببینن جامعه یا اکثریت جامعه اونها رو در تراز حامیان حکومت تقسیم بندی کردن. این اتفاق سال 57 هم افتاد. خیلی از کسانی که سال 57 آواره شدن، انقلابیان اونها رو طرد کردن، اموالشون رو گرفتن، اینا واقعا جزء دربار نبودن، هیچ ربطی به حکومت پهلوی نداشتن، سرمایه‌داران بودن یا تکنوکرات‌ها. منتها طوری معادلات شکل گرفته که جامعه همه اونها رو به یک سمت رون. من فکر می‌کنم جامعه در آستانه شکل دهی به معادلات جدیدی است. ایران جدیدی در حال زاده شدن هست و هنوز ما نمی‌تونیم بگیم کدوم گروه متعلق به کدوم گروه هست و یا چه کسی نمایندگی می‌کنه معترضین رو. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما. و اما علی خردپیر همچنان اینجا با ماست. علی، خیلی گفته میشه که بنزین دو نرخی فساد ایجاد میکنه. به چه معنا؟ به چه مفهوم؟ جمال، نه فقط بنزین دو نرخی بستر فساد رو فراهم میکنه، بلکه اساساً آنچه که متفق القول هستند کارشناسان اقتصادی این هستش که دو نرخی سازی برای هر کالایی منجر به فساد خواهد شد، به این معنی که ولع برای قیمت ارزانتر دستیابی به اون کالا با قیمت ارزانتر بیشتر خواهد شد و راههایی رو پیدا خواهند کرد افراد سودجو برای اینکه اون کالا رو با قیمت پایین‌تر بخرند و در واقع با سودی بفروشند که رقابت بشه با قیمت دوم. برای نمونه، در دور پیشین سهمیه بندی ها از سال 86 تا 94 ما با پدیده هایی روبرو بودیم در این رابطه. برای مثال کسانی بودند که خودروهایی داشتن، این خودروها در پارکینگ بود، بلا استفاده بود، اما براشون کارت سوخت صادر شده بود. اینها سوخت رو دریافت میکردن و میتونستند بفروشند. به همین راحتی یک بازار سیاه یا بازار دومی ایجاد شده بود. نکته دیگه ای که وجود داره، میگویند که این بحث کارت سوخت و سهمیه بندی کمک میکنه در واقع به مبارزه با قاچاق سوخت. باید به این پرسش پاسخ داده بشه که در طول سال 86 تا 94 چقدر واقعا کمک شد به قاچاق سوخت، چرا این پدیده قاچاق سوخت در واقع ریشه‌کن نشده. و در نهایت وقتی حرف از قاچاق سوخت میزنیم، وقتی حرف از این میزنیم که سوخت در ایران قیمتش پایینه، وقتی که حرف از این میزنیم که مصرفش خیلی بالاست، اقدامهای گذشته تا چه اندازه تونسته مشکل رو حل بکنه؟ به این معنا که چندین بار قیمت بنزین بالا رفته، آیا اونها نتیجه‌ای داشته که این یکی داشته باشه؟ ببینید، چندین بار قیمت بنزین بالا رفته، دقیق شما میگی، از سال 1357 یعنی تاریخی که انقلاب در ایران به وقوع پیوسته تا به امروز، بنزین لیتر یک تومان به 3000 تومان رسیده. قاعدتا کسی توقع نداره که در طی 4 دهه بهای یک کالا ثابت باقی بمونه، اما این شیب افزایش قیمت شگفت انگیز هستش. نکته بر سر این هستش که شما در اقتصادی که عمدتاً یک اقتصاد دولتی حکومتی هست به سر میبرید، نمیتونید دست بگذارید صرفاً روی برخی از کالاها از جمله حامل‌های انرژی مثل بنزین و بگید که ما می‌خوایم قیمت اون رو واقعی کنیم. واقعی کردن قیمت در واقع اولا از سوی دولت صورت نمی‌گیره، بلکه در بازاری آزاد خودش رو نشون میده و این بازار هست که قیمت رو تعیین می‌کنه. اینکه یارانه‌ها بسیار بالا بوده، یارانه‌های زیاد و هنگفتی پرداخت شده، اصلا جای شکی در اون وجود نداره، اما اینکه چگونه شما مدیریت کردید یارانه ها رو، این مسئله مورد اختلاف هست. یک نکته دیگر هم میخوام ازت بپرسم و اون این است که اشاره کردی، خب گفته میشه 70% 75% جمعیت ایران نیاز به کمک های دولت دارن مثل یارانه. در خیلی از کشورها وقتی ما نگاه میکنیم، حتی کشورهایی با اقتصادهای بسیار پیشرفته، بخش عظیمی از جامعه تحت پوشش کمک‌های دولتی قرار دارند.
چرا در ایران این هشدار دهنده است؟ به دلیل اینکه پیش از هر چیز رقمی که داره گفته میشه این هستش که چیزی در حدود در واقع 60 میلیون نفر ما داریم در مورد کشوری حرف میزنیم که 80 میلیون جمعیت داره. 75% جامعه رو میگن نیاز به کمک هایی دارن که بتونن تأمین معاش کنن. این خبر خبر ناگواری است اگر در هر کشور دیگه ما بشنویم. اما در مورد اینکه در کشورهای دیگر در واقع جوامع پیشرفته کمک میشه، بله این اتفاق میفته، اما نکته بر سر این هستش که این نیازمندان هستند که در واقع در یک مکانیزمی قرار میگیرن، اطلاعات خودشون رو ارائه میدن، اثبات میکنن که برای مثال در جستجوی کار هستند اما نمیتونن به دلایلی کار به دست بیارن و با ثبت نامی که میکنند در واقع از دولت کمک هایی رو دریافت میکنن. ممنونم از همکارم علی خردپیر. در ادامه برنامه سعی میکنیم که بازم با علی و همینطور سایر همکارانم صحبت بکنیم. و اما صحبت های حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با واکنش های زیادی روبرو شده، بخشی از صحبت های آقای روحانی رو داریم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. اما اعتراض حق همه مردم هست، میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن. خوشبختانه که من همین ساعتی در واقع آمار دستم هست تو این سه روز، اونهایی که اختشاش کردن عددشون بسیار کمه. حالا اعتراض ممکنه عده آمدن فرمودن که این کار خوبه، این کار بده، هرچی گفتن خوب بوده، اما اونایی که دنبال اختشاش بودن، تخریب اموال عمومی بودن، آتش زدن بودن، حمله کردن بودن، اینا عددشون بسیار کمه. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی که از همهشون تشکر میکنم، با همه توان تلاش کردن. سردسته آدم‌هایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودن شناسایی کردن، برخی رو دستگیر کردن، برخی رو دستگیر خواهند کرد، اونو طبق قانون باید با اونها رفتار بشه. حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران، که در جلسه هیئت دولت در مورد نارامی‌های اخیر صحبت می‌کرد. پویا قربانی همکارم اینجا در استودیو با منه. پویا، در شبکه‌های اجتماعی چی می‌گذره؟ می‌دونم که خبر به دشواری در اونجا منتشر میشه. از همین منفذهای کوچیک استفاده میکنن کاربرا، برای اینکه یکی از تنها منابع خبری الان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستن. در نبود خبرگزاری‌های نسبتاً مستقل در ایران، ما از دیشب مثل چند شب گذشته همینطور داریم پیام‌ها رو رصد میکنیم. از شیراز پیامی داریم که بیمارستان ها اونجا مجروح‌ها بسیار زیاد هستن. در شهریار و جاده ساوه ویدیوهای تکان دهنده ای از شدت عمل یگان ویژه در برخورد با معترضان داشتیم که تصاویرش رو حالا در خلال برنامه پخش میکنیم. در مالیک تصاویری از آتش سوزی و تخریب هست. بهبهان ویدیوی واضحی داریم از اینکه یکی از دست کم یکی از نیروهای یگان ویژه با سنگ زدن به معترضان اونا رو تهییج میکنه. همین ویدیویی که الان مخاطبان میتونن ببینن، در خلال این ویدیو دیده میشه که دست کم یکی از نیروهای یگان ویژه داره به در حقیقت دست به مقابله به مثل میزنه، با معترضان سنگ پرتاب میکنه و همین به نظر میسه که باعث تهییج بیشتر معترضان میشه. در این ویدیو از بهبهان به دست ما رسیده. در شهرهای دیگه، در شیراز ویدیوهایی داریم از پرواز هلیکوپتر در سطح ارتفاع بسیار پایین، گویا بر فراز کلانتری که اونجا سعی داشته که حفظ بشه، اما بعداً تصاویری رو داریم که اون کلانتری به آتش کشیده شده. در مالیاباد شیراز دوباره مثل همین ویدیویی که از بهبهان مخاطبان دارن تماشا میکنن، دوباره از مقابل مثل پلیس با معترضان تصاویری هستش که اونها هم دارن سنگ میزنن. اما
در تهران پایتخت اوضاع کمی متفاوت است. در مناطق مرکزی و شمالی میشه گفت خبر چندانی نیست از اعتراضات، اما هرچی به جنوب تهران میریم، مثلا در قلعه حسن خان در جنوب تهران دیشب صحنه اعتراضات بسیار خشنی بود. چند مسجد و بانک آسیب دیدن در خلال این اعتراضات و همینطور در خیابان پیروزی در شرق تهران. تصاویری هست از اینکه با گارد ریل معترضا تونستن قسمتی از خیابون رو ببندن و اونجا هم باز تصاویری از آتش سوزی دیده میشه. من دیدم یکی از کاربرای شناخته شده توییتر در توییتی که بعداً احتمالاً به دلایل امنیتی حذف کرده بود، خبر از کشته شدن پسر خالش داده بود در اعتراضات همین بهبهان و عنوان کرده بود باز در توییتی که بعداً حذف شده که جسد این عضو خانواده‌اش رو به اهواز منتقل شده و اجازه سوگواری به خانواده‌اش ندادن. اما چند تا توییت پرواکنش هم در این خلال بوده در این چند روز. من دیدم از آخری شروع کنم، امید توشه یه توییتی کرده بود نشد برای چند دقیقه وصل شدم. من نقل میکنم از آقای توشه که گفته خواستم بگم محرومیت از فضای آزاد اطلاعات، نقض حقوق بشر، بدون اینترنت آزاد انگار همه زندانی شدیم، زندگی روزمره مردم مختل شده. من دیدم یکی از چند تن از در حقیقت مقامات جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه ای عنوان کرده بودند که مردم امکان اعتراض مدنی در حال حاضر ندارن و چون یک بحثی هست بین اینکه اگر در حقیقت بعضی از کارشناسا و ناظران معتقدند که اگر اعتراضات خشن بشه سرکوب اون بسیار راحت تر خواهد بود و در باز من نقل میکنم از کارشناسا که اگر اعتراضات مدنی بمونه ممکنه اقشار دیگه مردم به اون بپیوندن. این در تقابل این نظر هست که میگه اصلا مردم امکان اعتراضات مدنی ندارن، مشارکت در فعالیت‌های مدنی. در هر صورت ما اشاره کردیم به تهران که گویا در جنوب شهر بیشتر اعتراضات دیده میشه تا در شمال. هیچ ارزیابی داریم از پراکندگی اعتراضات در سطح ایران که مثلا کجاها بیشتر، در کدوم قسمت‌ها کمتر؟ ما برآوردی که داریم بر اساس پیام‌ها و ویدیوهایی است که دریافت می‌کنیم. در کنار هم قرار دادن اونها من میتونم خیلی خلاصه بگم که در غرب ایران به واسطه بیخبری که از قطع اینترنت و همینطور اونجور که خیلی تک و توک تونسته بودن پیام‌های متنی برام بفرستن، مثلا در مریوان و کرمانشاه عنوان کرده بودن که تقریبا شهر حالت نظامی به خودش گرفته، به این معنی که حضور بسیار سنگین نیروهای امنیتی در مریوان و کرمانشاه این نگرانی ها رو افزایش داده که ممکنه اعتراضات در اونجا منجر به کشت و زخمی شدن تعداد زیادی شده باشه، هرچند که ما خبری نداریم. اما میگم نگرانی ها در این مورد زیاد هست. به توییت هایی که گفتم چند تا توییت هست، البته مربوط به امروز نیست، در همون ابتدای آغاز اعتراضات آقای حمید وحیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن یه توییتی کرده بودن که بسیار بحث برانگیز شده بود. ایشون خیلی فارغ از مسائل در حقیقت اقتصادی خواسته بودن توجه ها رو به جنبه محیط زیستی قضیه بنزین جلب کنن. در توییتی گفته بودن که مصرف بالا بنزین عامل اصلی سرطان و آلودگیه و ایران جزء 10 کشور آلوده کننده است و من نقل می‌کنم از آقای وحیدی‌نژاد که گفته بود همگام با دیگر مردم جهان برای حفظ محیط زیست به پا خیزیم. خیلی واکنش برانگیز بود این توییت که در حقیقت گفته بودن که انگار ایشون در یک صفحه دیگه از دنیا دارن به سر میبرن، اما معترضان و کسانی که موافق این معترضان هستن جنبه محیط زیستی الان براشون اولویت بله. انگار نداره. یه توییت بله گفته بودن که این همه کشتن به خاطر این بوده که نمیخواستند گویا وضعیت محیط زیست در ایران بهتر بشه. طعنه زده بودن به این حرفای آقای وحیدی‌نژاد که خب اشاره کردی واکنش زیادی داشته. توییت دیگه هم هست که آقای مهاجرانی بله وزیر پیشین ایران که ایشون هم در انگلستان به سر میبرن در توییتی که حدود 20 ساعت پیش کردن، البته بعد از اون چند تا توییت دیگه کردن، اما عنوان کرده بودن با ادبیات خاصی که من نقل میکنم از ایشون، اپوزیسیون منحوس برانداز برای بار چهارم کوشیده که بر موج اعتراضات مردمی سوار شه. دوباره سعی کردن که مثل خب رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای اعتراضات رو
یه نحوی خطشو بگن که از بیرون دارن خط میگیرن. و آقای مهاجرانی ارجاع دادن به سال 78 اعتراضات دانشجویی، سال 88 اعتراضات موسوم به جنبش سبز و سال 96 و گفته که این جمع شلخته مات و مبهوت خواهد موند. به هر حال این توییت هم بسیار واکنش برانگیز بوده و تقابل ایشون با مقاماتی از مثلا پومپئو یا دیگر مقاماتی که از آمریکا سعی کردن با مردم ایران، یادآوری بکنم که در سال 88 خود ایشون از جمله معترضان بودن، بارها هم با ما صحبت کرده بودن و من خودم با ایشون مصاحبه‌ای داشتم که ایشون مشروعیت حکومت رو هم قبول نداشتن در اون زمان، گفتن که با این اتفاقایی که افتاده حاکمیت نه تنها دولت آقای احمدی نژاد بلکه حاکمیت مشروعیت خودش رو از دست داده. در هر صورت اشاره کردی به اینکه خب کسب اطلاع خیلی سخت هست، ولی خب جسته و گریخته از منافذی خبرها میرسه. هیچ حرفی از این هست که دوباره اینترنت متصل بشه و فضا بخواد برگرده از جهاتی به وضعیت عادی؟ جمال، میدونیم که شورای امنیت ملی دستوری که داده بود توقف در حقیقت انسداد اینترنت برای 24 ساعت بود. این موضوع الان 24 ساعت ازش گذشته، اما ما کماکان شاهد برقراری کامل دسترسی به اینترنت نیستیم. اما خب میگم خیلی جسته گریخته داریم خبرهایی رو از اقصانوات ایران میگیریم. مارلیک رو من اشاره کردم که تصاویر آتش‌سوزی و تخریب گسترده‌ای در مارلیک هست. بسیاری اعتراض کردم به اینکه در حقیقت حکومت ایران آماده این بوده و این از اهرم قطع اینترنت به عنوان یک چیزی که قبلا هم بارها امتحانش رو پس داده بوده استفاده کرده برای اینکه هم بتونه در حقیقت جلوی هماهنگی معترضان رو با هم بگیره و همین که جلوی ارسال اطلاعات به خارج از کشور رو همینطور بگیره برای رسانه ها. ممنونم از پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرده. باید یادآوری بکنم که پخش ویژه ما و برنامه‌های زنده ما ادامه داره. دولت ایران پنجشنبه ناگهان اعلام کرد که بنزین رو سهمیه بندی و دونرخی کرده، بنزین سهمیه ای رو 50% و غیر سهمیه ای رو 3 برابر گرانتر کرد که این افزایش از فردای اون روز شروع میشد. این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گرفته شده بود که یکی دو روز بعد رهبر ایران هم حمایت خودش رو از اون اعلام کرد. همین موضوع باعث شد که اعتراض‌های زیادی در ایران شروع بشه که همچنان ادامه داره. و صحبت‌های دیروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با واکنش‌های زیادی در این باره روبرو شد. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. اما اعتراض حق همه مردم هست، میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن. خوشبختانه که من همین ساعتی در واقع آمار دستم هست تو این 3 روز، اونهایی که اغتشاش کردن عددشون بسیار کمه. حالا اعتراض ممکنه ادعا آمدن فرمودن که این کار خوبه، این کار بده، هرچی گفتن خوب بوده. اما اونایی که دنبال اغتشاش بودن، تخریب اموال عمومی بودن، آتش زدن بودن، حمله کردن بودن، اینا عددشون بسیار کمه. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی که از همه شون تشکر میکنم، با همه توان تلاش کردن. سردسته آدمهایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودن شناسایی کردن، برخی رو دستگیر کردن، برخی رو دستگیر خواهند کردن. اونو طبق قانون باید با اونها رفتار بشه. حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران. از روز شنبه در شبکه‌های مجازی و بعضی رسانه‌های رسمی اخبار و تجمع‌های اعتراضی و درگیری با نیروهای نظامی و امنیتی منتشر شده
در ابتدا گفته میشد که بسیار گسترده است، حتی به سطح کشور رسیده. همکارم مریم زهدی هم الان اینجا با منه که تازه ها رو با هم دیگه با ما در میون بگذاره. مریم، چه اطلاعی داریم از میزان پراکندگی این اعتراض ها؟ آیا خبر تازه‌ای دست کم از طرف مقام های حکومتی داده شده؟ سوال خوبیه، چون خبرگزاری فارس یکی دو روز پیش صحبت از 100 شهر در ایران میکرد. استاندار تهران امروز گفته در ابتدا 22 استان درگیر بودن، این تعداد کاهش پیدا کرد به 11 استان و الان 4 استان درگیر ناآرامی هستند، ولی به اسم این 4 استان هیچ اشاره‌ای نکرده که الان کجاها ناآرامی در جریانه. ولی خبرهایی من این طرف اون طرف دارم میبینم که از جمله امام جمعه شیراز لطف‌الله دشکام خطاب به شورای تأمین فارس گفته که اگر نمیتونید مدیریت بکنید این ناآرامی ها رو و جمع بکنید، من خودم شخصا فردا بسیج رو به میدون میارم، خودم هم باهاشون میام تا این ماجرا رو جمعش بکنم. ایشون حتی اشاره کرده به رضاخان و گفته که رضاخان با تمام قلدریش نتونست اما مأثر آخوند برداره. اغتشاشگران چه جایگاهی دارن که میخوانی همچین کاری بکنن؟ اشاره آقای دشکام به شعارهایی است که در این تصاویر ما این روزها میشنویم که آخوند به اصطلاح دارن توی محتوای کلامشون این هستش که آخوند باید بره. مثلا من چند تاشو خودم هم شنیدم. بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، شعارها به نظر میرسه مقدار تندتر شده، یه مقدار صریح‌تر شده. رأس هرم قدرت رو مشخصا نشانه گرفته. ایشون هم تایید کرد که این شعارها رو شنیده به هر حال. اما فرماندار اسلام شهر تقاضای کمک کرده، ایرنا نوشته، اینو نوشته که ایشون گفته برای برخورد با معترضان نیاز به کمک‌های استان‌های تهران و استان‌های همجوار داره. اسلام شهر همون جایی هستش که مقام‌های رسمی قبلا کشته شدن یک نفر رو در اون تایید کرده بودن. البته ایرنا از کشته شدن دو نفر در بومهن هم خبر میده، دو کشته و دو زخمی. از سوی دیگه هم سازمان حقوق بشر کردستان به نقل از یکی از کارکنان بیمارستان امام رضا کرمانشاه میگه که اونجا 16 جنازه به بیمارستان آوردن. یک خبر مهم دیگه هم خبری هستش که ایسنا منتشر کرده و از حمله به دفتر نماینده ولی فقیه در یزد خبر داده. البته نوشته که این حمله ناموفق بوده و در جریان این حمله 4 نفر که نوشته سلاح سرد همراهشون بوده بازداشت شدن. هیچ خبری از منابع نزدیک به حاکمیت، منابع غیر رسمی داریم یا منابع غیر منظم؟ مثلا آیا حرف از نیروهای بسیج هست؟ آیا حرف از افراد دیگری هست که گهگوداری یا فعالین سیاسی یا چهره‌های سیاسی که گهگوداری وارد میدون میشن؟ همونطور که اشاره کردم، امام جمعه شیراز اشاره کرده بود به این موضوع که اگر شما از عهده مدیریت این ناآرامی برنمیاید، من خودم قادرم که بسیج رو وارد میدون بکنم. که خب بسیج میدونیم که تعداد خیلی خیلی زیادی از مردم به اصطلاح صاحب عنوان بسیج هستن، خیلی ها کارت بسیجی دارن و اصلا موضوع وارد یک مرحله دیگه میشه اگر این اتفاق بیفته، که حالا به هر حال باید ببینیم که پاسخی میگیره امام جمعه شیراز یا خیر. و موضوع دیگه ای که هست این است که حرف از در حقیقت واکنش دولت به این شکل هست و بعضی از مقام های حاکمیت که داریم پولی که در میاریم از فروش بنزین این رو بین مردم تقسیم میکنیم، از همین امروز هم پرداخت یارانه ها شروع خواهد شد، مقدار اون بیشتر از گذشته است و در 3 فاز همین کار صورت میگیره. از اینها چه خبری داریم؟ آیا نشانه هایی ممکنه دیده بشه مبنی بر این که بعضی از افراد یا گروه های از جامعه قانع بشن با چنین اقدام هایی از طرف دولت، یا هم خیر؟
به نظر میرسه که دو طرف داره این ماجرا. یه عده معتقدن که دولت ناگزیر بوده و بعد این کار رو میکرده، حتی قانونی هم بوده. بعضی هم میگن نه قانونی نبوده، حتی اگر بر اساس قانون باید این کار رو میکرده، یک ملزوماتی داشته، یک بسترسازی هایی باید انجام میداده که نداده. به هر حال خیلی ها که الان منتقد هستن هم اونهای خیلی کسانی که موافق هستن با این کار هم به وضعیت موجود منتقدن. اتفاقا من یک مطلب مفصل در سایت فارسی بی بی سی دیدم که در این زمینه کامل توضیح داده جزئیاتش رو. من دعوت میکنم از کسانی که میخوان بیشتر در این زمینه بدونن با جزئیات بیشتر به این مطلب مراجعه بکنن. در مورد افزایش قیمت بنزین با جزئیات در اون صحبت شده. من یه اشاره کوتاه به دو تا خبر دیگه هم بکنم تا الان فرصت هست. جمال فرح پهلوی در گفتگوی اختصاصی که با رادیو فردا داشته به مردم ایران گفته که کنار شما ایستادیم، تسلیت گفته به کسانی که کشته دادن، از ملت ایران خواسته که بایستن. بعد از شعارهای حمایتی که شنیده در به حمایت از خانواده پهلوی تشکر کرده. خب ما این شعارها رو تو این تصاویر، خیلی از تصاویری که دیدیم شنیدیم که از رضا شاه یاد شده، در حمایت از خانواده پهلوی بوده. موضوع دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره بکنم موضوع مدارس بود، تعطیلی مدارس بود که در خیلی از شهرها، اصفهان، شهریار، رباط کریم و شهرهای دیگه دلایل مختلفی برای تعطیلیش ذکر شده، از جمله برودت هوا یا مثلا آلودگی هوا، ولی دلیل قاطع مشخص و یک دلیل معلومی نبوده که ما بتونیم بگیم به این دلیل تعطیل بودن مدارس. مطلبی که بهش اشاره کردی عنوانش هست آیا افزایش قیمت بنزین قانونی نیست، که همکارم علی خیرتپیر نوشته، همین الان بر روی سایت فارسی بی بی سی هست. کسانی که دوست دارن میتونن حتما با مراجعه به سایت ما و اگر امکانش رو دارن این مطلب رو بخونن. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران باز هم از بن آلمان به ما پیوسته. آقای مهدوی آزاد، مریم یکی دو بار اشاره کرد به این که امام جمعه شیراز آقای دژکام یا دژاکام اگر اشتباه نکنم خواستار حضور بسیج شده، نیروهای شبه نظامی که هر از گاهی حاکمیت اونها رو به میدون آورده. این بار هم اونها وارد عرصه خواهند شد و اعتراض ها رو از کف خیابان جمع خواهند کرد؟ خیلی جالب. البته شیراز در پازل شهرهای ایران یه جایگاه منحصر به فردی داره و اصلا نه به خاطر حالا حافظ و سعدی و اون جایگاه و پیشینه فرهنگی. شهری بسیار بسیار مدنی از منظر جامعه شناسی. در تاریخ معاصر ایران هم اصولا شهری بوده همیشه آروم. خیلی جالب، من حرفای امام جمعه شیراز رو که میخوندم و نماینده ولی فقیه، او میگوید که رضاخان با تمام قلدریش نتونست عمامه از سر آخوند بردارد و بعد گفته اغتشاشگران در چه حدی هستند که میگویند آخوند باید برود. ببینید ظاهرا هستی سخت قدرت، روحانیت پیامی از این اعتراضات گرفته که امثال من هنوز اون رو نشنیدیم، شاید به خاطر سانسور. منظورم این هستش که ظاهرا حکومت خیلی بیش از اون که ما فکر میکنیم بابت این اعتراضات نگران هست. این مسئله پاسخ به سوال شما رو کمی دشوار میکنه. اگر از نظر شکلی بخوایم نگاه بکنیم، آنچه که گفتم بعد از نیروی انتظامی نوبت به بسیج میرسه. واضح هست، من در ویدیوها دیدم از دیروز بسیج وارد شده. این به معنی هست که گردانهای امنیتی امیرالمؤمنین وارد شدن و بیانیه سپاه نشون میده که سطح سوم ضد شورش، سطح سوم سرکوب که ورود سپاه هست، الان در برخی از استانها فعال شده. مسئله از بسیج هم گذشته. منتها این نسل جدید معترضانی که من راجع بهش صحبت کردم که تفاوت بسیار ماهوی هم از نظر رفتار، هم از نظر تعلقات، پیشینه، میزان برخورداری از درآمد مالی، میزان برخورداری از قناع فرهنگی، تفاوت عمده ای با نسل قبلی دارن. این نسل نشون داده که آمادگی درگیری داره، آمادگی آتش زدن داره، آمادگی پاسخگویی و مقابله داره. اون موقع سوال جوابش کمی پیچیده میشه، به این خاطر که هیچ تضمینی وجود نداره که اینجور اعتراضات گسترده نشه. ضمن اینکه یک مشکل بزرگ وجود داره برای حکومت. از دیروز ما اعتراضاتی در دانشگاه ها میبینیم. اگر قرار باشه روزی برسه در ایران که اعتراضات دانشجویی با اعتراضات این نسل به یک جا به یک نقطه برسه، اون موقع اساسا پدیده شکل تازه پیدا میکنه و نه تنها بسیج، تصورم این است که سپاه هم نمیتونه اونجا جمع کنه. آقای مهدوی آزاد، باز هم یک بحث قدیمی و 40 ساله زنده میشه. هر از گاهی وقتی که اعتراض ها زیاد میشه، بحران ها بالا میگیره، بعضی میگن دیگه جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده و شاید زمان یک چرخش بزرگ دیگه در فضای سیاسی ایران هست. همه این حرفا درست، همه این اعتراضایی که میبینیم هم معلومه که جدیه، ولی چقدر از این اعتراضها بوی تغییر به مشام میرسه؟
ببینید بدبختی این هستش که فضای عمومی جامعه تمایل خیلی زیادی همه گروه ها به سیاه و سفید کردن داستان داره. کسانی که سعی میکنن ریزکاری ها رو بشکافن در واقع حرفشون زیاد شنیده نمیشه. این که آره یا جمهوری اسلامی باید برود یا از اون طرف نه جمهوری اسلامی تا زمان امام زمان خواهد ماند، این دو شعار واقعیت امروز سیاسی ایران نیست. واقعیت سیاسی این هستش که جمهوری اسلامی هنوز پایگاهی داره، بخشی از مذهبیون از اون حمایت میکنن. جمهوری اسلامی فراتر از یک شکل حکومتی است، یک نوع ایدئولوژی هم هست. همچنان همین امروز که با هم صحبت میکنیم کسی خوشش بیاد یا نیاد، روحانیت بزرگترین شبکه متشکل در جامعه امروز ایران هست. ائمه جماعات، نمیدونم نماز جمعه ها، مشتریاشون خیلی خیلی کم شده به نسبت سال 57، اما از اون طرف امکانات مالیشون خیلی زیاد شده. من چیزی که میفهمم از تحولات این هستش که این شکل حکومتداری جمهوری اسلامی یقیناً داره به روزهای آخرش، ماهای آخرش، سالهای آخرش میرسه. یعنی این شکلی که شما با تمام دنیا سر ناسازگاری داشته باشید، به همه دنیا فوش بدید، هر کاری خواستید بکنید و در داخل هم هیچ نرمشی نشون ندید و همزمان با این سرسختی در مقابل دنیا و داخل هم فساد گسترده داشته باشید، هم بقایت ناکارآمد باشید، هم بقایت کله شب، این شکل به گمان من دیگه داره به آخرش میرسه، امکان بقاش وجود نداره. منتها این که از این تحول چه چیزی در میاد، آیا اعتراضات اونقدر بالا میگیره که جمهوری اسلامی ناگهان دچار فروپاشی بشه یا ما یک سیل تدریجی تغییر رو خواهیم دید، به نظر پیش بینیش خیلی خیلی زود هنوز. اگر اینطور باشه که فضا بسیار ناروشن هست، چه انگیزه ای ممکن هست معترضان رو در خیابان نگه داره؟ اگر اینطور باشد که خب اعتراضی کردن، اعتراضشون شنیده شد، صداش به گوش جهانیان رسید که تا همینجا هم شده، ولی اینی که اونها نیستن در خیابان و امروز روز چهارم پنجم هست که دارند اعتراض میکنند، به چه دلیله؟ اتفاقا کلیدی ترین نکته در تحلیل اعتراضات اخیر، تحلیل اعتراضات نسل جدید اعتراضات ایران از سال 96 همین مسئله است. ببینید تا قبل از سال 96 معترضان ایرانی انگیزه داشتن، یعنی سال 1178 میگفتیم جنبش دانشجویی اعتراضش توقیف سلامه، اما مثلا انگیزش آزادیه. سال 88 آزادیه. تفاوت نسل جدید معترضان هستش که مثل نسل قدیم انگیزه ندارن، با این حال چاره ای ندارن. در واقع معترضانی که الان در خیابان هستن از سال 96 هستن اومدن، اینا عمدتا کسانی هستن که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی هستن. اساسا شاید شرایط سختشون، میزان فشاری که به اونها وارد میشه از طرف طبقه متوسط شهری قابل درک نباشه. یعنی کسی که سفره‌اش کاملا خالی است با این میزان فرق، با این میزان درآمد، واقعا سفره‌اش خالی است، شغل نداره، دورنمای شغلی نداره، امکان اجتماعی، امکانی که با دوست دختر دوست پسرش بیرون هم بره نداره، میدونی هیچ نوع امکان تحرکی نداره. این نسل معترضان نیاز به انگیزه ندارن، اعتراض برای اینها تنها راه چاره است، اعتراض برای اینها تنها گزینه موجود هست، یک گزینه در واقع ژنتیکه، یک گزینه ناگزیره. برای من فکر می‌کنم همین مسئله رو متفاوت می‌کنه، به این خاطر که معترضان اگر الان از خونه‌شون برگردن برن تو خونه، اگر از اعتراضات برگردن و برن خونه، چه چیزی به دست میارن؟ یا مهم‌تر از این، در اعتراضات چه چیزی از دست میدن؟ اگر قرار باشه برن زندان، مثلا چه چیزی از دست میدن که قبلا داشتن؟ من فکر می‌کنم همین مسئله رو خیلی خطرناک‌تر می‌کنه و همین رو حاکمیت رو مسئله رو خیلی حساس‌تر می‌کنه، به این خاطر که نحوه چالش با این اعتراضات تفاوت عمده داره با اعتراضاتی که داره انگیزه های سیاسی بوده و طبیعتاً قابل مهارتر هم بوده. آقای مهدوی آزاد، بس به جایی رسید که یک سوال رو مایل هستم از شما بپرسم. وقتی از خیلی از تحلیلگران میپرسیم، تصویری که اونها از ایران میدن یک جامعه مستعصل و فقیر هست که شاید میزان گرسنگی در اون به اندازه یه که ممکنه افراد حتی تلف بشن، ولی وقتی به شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم، به خود ایران نگاه میکنیم، هر روز یک مال جدید افتتاح میشه، در خانه‌ها تلویزیون‌های بزرگ دیده میشه، نرخ‌ها در رستوران‌ها سر به آسمون میزنه و یک مسابقه تجمل هم دیده میشه، کدوم روی واقعی ایرانه؟ هر دوش روی واقعی ایرانه، هر دو روی سکه است. مسئله خیلی ساده است، با مسئله به نام فاصله حاد طبقاتی
مواجه هستیم. در واقع ما یک طبقه که اقلیت راندخار وصل به قدرت داریم که ثروت‌های افسانه‌ای دارن، اگر ثروتاشون رو اعلام بکنن در خیلی‌هاشون در شمار 100 تا ثروتمند امروز دنیا قرار می‌گیرن. نمونه‌اش همون آقای بابک زنجانی، شما ثروتی که ادعا می‌کرد اگر می‌پذیرفتید جز 100 ثروتمند اول دنیا بود، چون مالیات نمی‌دن نیستن. این یک بخشم. یک بخش دومی داریم طبقه متوسط شهری که نوعی به رانت وصل هستن. یک بخش فقیر داریم که اینها واقعا محتاجن، تحت شدیدترین فشار هستن. اینها صدایی ندارن. اینکه میگم صدایی ندارن به این معناست که شما امروز در پازل گروه‌های سیاسی امروز ایران نگاه کنید، هیچ گروهی، حتی گروه‌های محذوف هم حاضر نیستن از ما حمایت کنن. اینها وجود دارن اما صداشون واقعا منعکس نمیشه به سطح جامعه. بسیار ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران از بن آلمان با ما. فرصت داریم که اینجا با مریم زهدی خیلی سریع تازه‌ترین خبرها رو مرور بکنیم. مریم خیلی کوتاه به ما بگو که وقتی از بسته حمایتی حرف میزنن از چی حرف میزنن که دولت خیلی تاکید میکنه که این یکی از راه حل هاست. این طرح حمایتی معیشتی، سوال اصلیش الان این هستش که چه کسانی مشمولش میشن و به چه کسانی تعلق گرفته میشه. اینجوری که من دیدم سازمان برنامه بودجه و خبرگزاری‌ها و گزارش‌های در این زمینه منتشر شده اشاره کردن، هولوش 75% مردم شامل این مشمول این طرح خواهند شد که میشن حدوداً 60 میلیون نفر. ظاهراً قراره که پورتالی معرفی بشه که مردم برن اونجا، کسانی که فکر می‌کنن باید این کمک رو بگیرن اونجا ثبت نام بکنن و یک آزمون وسع و استطاعت مالی گویا براشون گذاشته میشه و تشخیص میدن که به چه کسانی تعلق خواهد گرفت. فکر میکنم شماره تلفنی رو هم قراره اعلام بکنن که مردم سرپرست خانوار رو اونجا اعلام بکنن، کد ملی بدن و پاسخ بگیرن. جزئیات بیشتر هم باز قراره ظاهرا اعلام بشه که بیشتر از این من خبر ندارم. و اینکه کماکان دچار اختلال هست اینترنت، یک چیزایی باز دوباره از این طرف اون طرف بعضی از سایت ها به نظر میرسه که باز میشه، دلیلش نمیدونم چه، ولی یادم میاد با کارشناس امور اینترنت که ما صحبت میکردیم معتقد بود در چارچوب طرح اینترنت ملی داره این اتفاق میفته و اگر جاهایی باز هست و مردم میتونن به بعضی از سایت ها مراجعه بکنن، دلیلش اشکال اون طرح هست. ممنونم از همکارم مریم زهدی و ممنون از شما که بیننده برنامه‌های ویژه خبری ما هستید. پوشش زنده ما همچنان ادامه داره. به محض اینکه تصویر یا خبری به دست ما برسه حتما با شما در میون میگذاریم. باید اضافه بکنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به سایت ما مراجعه کنید، به شبکه اجتماعی ما، به حساب‌های ما بر روی شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید. تازه‌ترین خبرها اینه که رئیس دادگستری استان خوزستان گفته سردسته اغتشاشات رو اونطور که ایشون بیان کرده دستگیر کردیم. زمان پایان محدودیت دسترسی به اینترنت چندان مشخص نیست، مریم اشاره کرد بهش. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که نمایندگان از رهبری تبعیت میکنن، تعطیلی مدارس در شیراز، البرز، نجف آباد، خوزستان، اصفهان و چند شهر دیگه اعلام شده. تصاویری هم داریم از شهر بهبهان که در روزهای گذشته شاهد نارمی و اعتراض بوده و تعدادی از افراد هم در همین شهر کشته شدن. در بخش‌های بعدی من باز هم با شما خواهم بود. فعلا همکارم مجید افشار باز یک ساعت دیگه برنامه خبری زنده و ویژه ما رو ادامه میده.